بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامک ای کنم باز. هموطنان گرامی، خواهران و برادران عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. امروز مورخ 22 ماه اکتبر 2009 میلادی است، روز پنجشنبه. ما در استودیوی دنیا در شهر اسن قرار داریم. میهمان عزیز داریم جناب پروفسور دکتر حیدر داور. جنابشان نه تنها در مباحث اقتصادی و مسائل سیاسی افغانستان فعالیت های برای به حساب آزادی و آزادمنشی در افغانستان در حرسه پانتون و جاهای دیگه اینا فعالیت های کردن، یکی از شخصیت های ملی و علمی هستند، بلکه چیز بسیار جالب و دلچسبه که از جناب دکتر صاحب حیدر داور است، ایست که در پولی کنار دیگه مسائل اقتصادی و سیاسی اینا بسیار بسیار طبع بلند شیری دارند، اشعار بسیار ناب و اشعار بسیار زنده اینا الحمدلله سراییدن و دیوان از اینا به نام ارمغان آزادی هم به دسترس هموطنا هست. به هر صورت من امشب میهمان عزیزی دارم که جناب دکتر صاحب داور هستند و میخواستم در ارتباط به بخش دیگی از زندگیشان که برات از مسائل سرودن شعر است و همچنان به دکلمی و صدای زیبای خودشان بعض از اشعارشان امشب اونا به خانش خوان گرفت و من افتخار میکنم که برنامه را خدمت حضور شما تقدیم میکنم. دکتر صاحب گرامی، بسیار خوش آمدین به برنامه و من افتخار دارم که امشب پای صحبت شما می نشینیم و به ارتباط مسائل استعداد و قریه که الحمدلله خداوند به شما عطا فرموده و در بود سرودن و سرایش شعر است. امشب من می خواهم در ارتباط به اینکه از چه زمان شما به سرایش شعر آغاز کردین و دیوان زیبایی را که امروز شب به استودیو هم با خود آوردین و به حساب یک کیشه برای استودیو تحفه دادین، ارمغان آزادی، ای چی وقت چاپ شده و چقدر شعرها شما سرودین؟ ناصر صاحب بسیار تشکر. دوست عزیز که شما علاقه مندین شان میتین به اشعار ما و ما البته از انفوان جوانی وقتی که شاگرد مکتب بودم گاه گاه شعر میگفتم. البته او اشعار غنایی و تغزلی بود بیشتر، اشعاری که به اصطلاح جوانا میگه عاشقانه بود. بعدا اشعار تقریزی و حماسی ما ناشی از به اصطلاح ناملایمات کشور می باشد که سبب مهاجرت ما به آلمان میشه و مخصوصا محرک اصلی اشعار ما با وجود آمدن اتحادی، اولین اتحادی مؤسسین افغانستان می باشه که در او وقت مرا اکثرا باعث رئیس کنفرانس البته انتخاب می کردن و ما یک مسئولیت می دیدم که اقلا از ناحیه شعر بعضا اما آرزوهای خود به سب مردم خود برسان. وقت البته کنفرانس ها در مزر آمد دایر می شد، روزهای چهارشنبه ساعت 5 تا 7 در صحنه تمثیل آن وقت متصل به لیسه استقلال بود، هزاران نفر اهل قصبه می آمدن، مامورین دولت همه می آمدن می شنیدن. از اون زمان ما اشعار البته زیادتر خصوصا امی که کشور ما البته فدای اغراض اجانب شد زیادتر تحریک کرده اشعار حماسی را که ما در آلمان نو تازه به اساس خواهش دوستام البته دیوان یک سال پیش چاپ کردیم، فرصت از این نشد که ما ایرا به اختیار دوستام البته تکت تکه فرستادیم به دوستا بگذارم. البته یک جلد از ایره به شما باعث یک برگ سبز تقدیم میکنم. تشکر. جناب پروفسور داور صاحب، بی‌صبرانه و با اشتیاق زیاد منتظر عزیزیم که از صدای گرم و گیرای شما اشعار زیبای شما را امشب ما
به حساب بشنویم و دکلمه شیری را با صدای شما ما ثبت کنیم که انشاءالله یک خاطره عزیز از شما در استودیوی دنیا در شهر اسن و شبکه همدل عزیز آریانا افغانستان خواهد بود. ما میخواییم که چند پارچه شیری را که خود شما میپسندین امشب به حساب بخانش بگیرین. تشکر. اول شروع میکنم با نام خدا، یک مناجات است. این غزل وقتی گفته شده که اوسیانگران بیمروت فردوس وطن ما را به جهنم سوزانی مبادل کردن. ای خالقی که کون و مکان آفریده ای، بشک تو زمین و زمان آفریده ای. شعرم به نام اقدست آغاز می کنم، عرضم به بارگاه تو ابراز می کنم. ای آفریدگار که من بنده تو هم، من بنده حقیر و سرفگنده تو هم. این مسلمین منحرف از حکم تو چرا؟ اسیانگران ظالم و قدرت پرست ها ایمان خود به جیفه دنیا فروختن، چشم حریص جانب بیگانه دوختن. خود دعوی امارت و روحانیت کنن، خطعه به نام اقدس اسلامیت کنن. اکنون همه به کرسی قدرت نشسته اند، با دشمنان به کشتن ما عقد بسته اند، تا که غرور و نخوت ما زیر پا کنن، اشرت سرای کشور ما کربلا کنن. یارب چنان بکن که عدو سرنگون شود، کاخ رژیم ظلم و ستم وازگون شود. رحمی نما که مردم ما بس زبون شده، خلد وطن چو دوزخ و دریای خون شده. ماتم سرا شده وطن چون بهشت ما، رحمی بکن به ملت بی سرنوشت ما. یاری بکن که خدمت خلق تو را کنم، باشد که فقر و حاجت مردم دوا کنم. میهن نجات از ستم اهریمن دهم، این سر به پای ملت و اهل وطن دهم. جرم مرا ببخش که من خادم تو هم، شرمنده عدالت تو، نادم تو هم. آیا بود که در حق ما داوری کنی، ما را رهاز قدرت و زوراوری کنی؟ خب یک شعر دیگر ما با شما قرائت میکنم که اگرچه در عنفوان جوانی در وقت گفته شده بود که او وقت کشور ما البته به این معضلات فرهنگی چندان دچار نبودن، باز هم رنج می بردیم که چرا مخصوصا روحانیون دین ما البته از وظایف و از فهم دینی خود البته برای راهنمایی مردم کار نمی گیرند. یک شب من خواب دیدم، به خواب رفتم، واقعا من چنان تکان خوردم که تصور میکنم که روی حضرت محمد به من حکم میکنه که به مسلمان ها بگو که از اسلام چی کردن. روز بود البته یک کنفرانس بود در چوکات پانتون و این شعر ما خواندیم. این به نام خواب پریشان است. دیشب از فرط پریشانی بسی، تا سحر خواب پریشان دیدم. شرمی دارد زبانم از بیان آنچه در کیش مسلمان دیدم. مشرک و جانی و ابلیس دنی در لباس دین و ایمان دیدم. بر غصب مال اطفال یتیم گرگ را بر جای چوپان دیدم. ای عجب
در خدمت خلق و وطن خیشتن را نیز حیران دیدم. در شب تاریک با ریش سپید پیرمرد ناگهان آمد پدید. پیش رفتم تا که بینم خوبتر کیست این نور که سوزد همچنار. دیدم آمد سوی من آن نور نیست با غرور و عز و تمکین و وقار. گفتم ای پیر خرد مقصود چیست؟ پرده برکش از دل زنگی تار. از فغانم پیر لب بکشود و گفت کای مسلمان زاده بی ابتکار، من پیام مصطفی آورده ام بر شما ای مسلمین بی شعار. هاتف پیام آن سرور منم، روح پاک دین پیغمبر منم. دین اسلام را شما ای مسلمین در طریق نفس از کف داده اید. این راه دین و آیین نبیست، دین پیغمبر زکف بنهاده اید. سالها از فیض معنا بی خبر، عمرها در جستجوی ماده اید. تشنه خون پدر باشد پسر، بر قتل اولیا آماده اید. گریه می آید به قرن بیستم، ملت افسرده و افتیده اید. کی بزیبد زندگی با درد و غم، چاره درد شما باشد عدم. پیر مردتان به بدعت شد قرین، نوجوان پرورد نفس خیشتن. کی کند بار نظر صاحب غنا سوی اطفال یتیم و بیوزن؟ اختلاس و رشوه و سود و ربا هر یکی را منظم است چون پیرهن. ظلم اشخاص قوی و زورمند بسته گفتار حقیقت را دهن. ای مسلمانان غافل از خدا، تیره بنمودید اوزای وطن. این نباشد را و رسم زندگی، این طریق خجلت و شرمندگی. گفتمش ای پیر روحانی سرشت، من که خود شخص دیانت پرورم، گوش من نشنید حرف مدعی، پای من بیرون نشد از بسترم. عمر خود صرف عبادت کرده ام، تا بجا گردد رضای داورم. با لب نان قناعت کرده ام، کس ندیده گریه و چشمه ترم. پس بگو آخر چی می باید نمود؟ سوختی از ناامیدی پیکرم. چیست آخر مطلب دین رسول؟ گر نگردد مدعای من قبول. فالبین سفله را از روی جهل بر مقام رهبری بگزیرید. در ردیف دین داخل می کنید آنچه از دیو و فری بشنیده اید. ژنده‌پوش عاطل و بیکاره را منصب پیر و ولی بخشیده اید. از جهان علم نفرت می کنید، مردمان بس جهان نادیده اید. ارزش ملت به کار و دانش است، مردم بی دانش و آسوده اید. دین اسلام دین عقل و فطرت است، منکر لاتایلات و بدعت است. منحرف از دین اسلام گشته اید، پیروی از دینتان کافر کند. اهل هندو و نصارا و یهود نقل از کردار پیغمبر کند. مسلمین در خواب غفلت دیگران کشف ما و کره و اختر کند. گر نماز کس غلط شد واجب است، تا نماز خود شروع از سر کند. رای حق جوید آخر تا وکی، داوری در حقتان داور کند. راه دین باشد صراط المستقیم، نی طریق و رای شیطان رجیم. شعری را که ما به حضور شما قرائت میکنم، این شعر اول است که در عالم هجرت و از منتهای ناامیدی سرودیم.
سالایی بود که من دامن شیر و شیرگویی را ترک کرده بودم. اما ملایمات کشور البته رنج می دادیم و این شیر را گفتم. به نام بهشت شرق است. روزگار ما دیار داشتیم، دوستان بشمار داشتیم، چهره خندان و قلب پرسرور، ما جوانی و شرار داشتیم، در وفا و در ثبات و دوستی شیوه مردانوار داشتیم. در بهشت شرق و قلب آسیا میهن پر افتخار داشتیم، از برای اعتلای مملکت آرزو و عزم کار داشتیم. ای بسا کان آرزوها خاک شد، روح ما پژمرده و غمناک شد. ای عجب آن دوستانی ما کجاست؟ سرزمین باستانی ما کجاست؟ آخر آن مهر و وفا و یک دلی شیوه پیشین یعنی ما کجاست؟ هر یکی در فکر تخریب دیگر، وحدت افغانیان ما کجاست؟ مرده پرورد دیار خیشتن، مرده پرورد دیار خیشتن، زندگان بانشان ما کجاست؟ شهرت اسلاف ما افسانه گشت، قهرمانان جوان ما کجاست؟ طبقه مفقود و نایابی هنوز، آخر برنامه گر خوابی هنوز. لاله پرورده کوه و دمن، دختر زیبای مرز آریان، با برادر سرگرانی از چی رو، دشمنی تا چند با مام وطن. گوشه بی خنجر مهر تو نیست، گرشگاه سینه پرخون من. بلبلان خوشنوا پرپر شدن، باغ شد ویرانه زاغ و زغن. قمریان با وفا را جا بده، کند قلاغان را برون از انجمن. چون ملاله لاله شو ای جان من، دختر با غیرت افغان من. ای عدو خواهم دو چشمت کور باد، فتنه و هنگامت منفور باد. پیروان مشرک تو ناپدید، سایت از کشور ما دور باد. دوستانت شرمسار و دربدر، دشمنانت فایق و مامور باد. بخت و اقبال تو گردد سرنگون، روزگارت چون شب دیجور باد. از خدا خواهم دعای ملت در حق بربادیت منظور باد. آتشی در خاک ما افروختی، کعبه میر و محبت سوختی. در تلاش گنج قارون ما، پیرو هر سفله و دون ما، بی خبر از ثروت سرشار خود، دائم از بیگانه ممنون ما. در طریق اقتصاد مملکت فاقد هر گونه مضمون ما. کی فراز آرد نشیب زندگی، تا سراپا غرق و مدیون ما. ما اسیر دام تزویر عدو، ما اسیر دام تزویر عدو، بازی این چرخ گردون ما. شیوه پارینه اجداد ما از کف ما رفت و هم از یاد ما. دست غیب گر شود هادی ما، سر کند آهنگ آبادی ما. انقلاب راستین آید پدید، چاره سازد درد بنیادی ما. از هیولای رژیم بردگی وارهاند خاک اجدادی ما. تا شود اصل عدالت برقرار، بشنود آواز بیدادی ما. سرمست پیک انقلاب،
مژدگوی رقص آزادی ما، انقلابی یا که میبینم بخواب، انقلابی یا تجلای سراب. نه بهشت مدعا خواهیم ما، زندگی بیریا خواهیم ما، خالی از تخم نفاق و خودسری مردم صاحب وفا خواهیم ما. فرش خالی و غذای گرم نه، لقمنان و بوریا خواهیم ما. دشمنان اتحاد مملکت زیر سنگ آسیا خواهیم ما. ما سوار کشتی بینا خدا یا خدا یا ناخدا خواهیم ما. ران از موج حوادث بر کنار، کشتی بشکسته تا گیرد قرار. داور آخر بی سر و سامانه شد، داور آخر بی سر و سامانه شد، میهن افغانیش ویرانه شد. از تعدی رژیم سفلجو رهنورد کشور بیگانه شد. در فراق عشق جانان وطن قصه پرداز غم جانانه شد. مملکت افتید در چنگ عدو، افتخارات وطن افسانه شد. مردمان مستمند و بینوا هر طرف آواره و بیخانه شد. ای وطن باشی مبرا از گزند، باز بینم مردمانت سر بلند. اینک یک شعر دیگر که در عشق وطن گفته شده و نام بهشت تمنا. وطن ای دل و جان به قربان تو، سر دشمنان گوی چوگان تو. بنازم به تاریخ رخشندت، به ام البلاد و خراسان تو، به آن مادران برازندت، به آن همت راد مردان تو. وطن ای بهشت تمنای من، بمیرم به سودای هجران تو. به گوشم نیاید، به گوشم نیاید کنون پس چرا، سرود و نوای هزاران تو. ندارم چرا این خیانتگران، چو زالوی چسبیده در جان تو. به تلبیس دین و به نام جهاد، به یغما برند ثروت و کان تو. خوشا گر به پای تو من سر نهم، سرم را گذارم به فرمان تو. از این غصه میرم که روز مباد، بعید از تو میرم به ارمان تو. من از زندگانی و سیر آمدم، خوشا گر بمیرم به دامان تو. فدای تو و مردمانت شوم، سر و جان داور به قربان تو. این هم دوست عزیز از به فرمایش شما یک شعر را میخوانم که البته از دوری وطن باز حکایت میکنم. عنوان شعر است که قرآنت کجاست؟ ای وطن آن راد مردانت کجاست؟ مردم عهد درخشانت کجاست؟ از چی افتیدی بدام دیو و دد؟ من نمیدانم که انسانت کجاست؟ ناخدای کشتیت را سر زدن، پس بگو آخر خدایانت کجاست؟ شوکت ام البلاد تو چه شد؟ شهرت ملک خراسانت کجاست؟ سلطه غزنین و محمود بزرگ، عظمت دوران سلطانت کجاست؟ آن که بودی رهبر ترک و عرب، آن جمال الدین افغانت کجاست؟ آن ملاله لاله کوه و دمن،
دختر با دین و ایمانت کجاست؟ آن نبی پیغمبر آخر زمان، آن علی آن شای مردانت کجاست؟ سرمه زردشت و بودا خاک تو، آن جلال بلخ و بامیانت کجاست؟ آفتاب مرزبومت خیره شد، اختران کو و دامانت کجاست؟ گشته ویرانه زاغ و زخم، بلبلان باغ و بستانت کجاست؟ یاد سرمای جلال آباد باد، گرمی نیسان پغمانت کجاست؟ دلکشای کابل اشرت سرا، آن بهشت رستگارانت کجاست؟ ثروت کهسار تو، ثروت کهسار گوهربار تو، لال و یاقوت بدخشانت کجاست؟ صد هزاران در وفایت کشته شد، کشتگان بند و زندانت کجاست؟ تا بخوانم بر مزارشان درود، آن شهیدان مسلمانت کجاست؟ کس نپرسد از یتیم و بیوزن، آب سرد و لقمه نانت کجاست؟ رهبر خلق تو اشخاص پلید، رهنمای پاک دامانت کجاست؟ جاهلان بر کرسی قدرت نشست، صاحبان علم و عرفانت کجاست؟ تا وقی در بدعت و لا تا الات، ای مسلمان زاده قرآنت کجاست؟ دشمنان بادا فدای خاک تو، دوستان از دل و جانت کجاست؟ داور آواره از سودای تو، شاعر مست و غزل خانت کجاست؟ با تشکر از این سروده های زیبا و این دکلمی واقعا گیرای شما جناب داور صاحب، من آرزو دارم که در بخش اخیر این برنامه نظر وظیفی وقت و مشکلاتی که شما میفهمین، میخواستم کمی شعر زیبای شما را که در یکی از کنفرانس ها مشهوریدین به نام خاک وطن، اگر مورا به صدای گرم و گیرای خود به خانش بگیرین، باز برنامه را ختم میکنیم. رفیق عزیز، با اساس فرمان شما، خدا کنه که خسته نشده باشین، هزار دفعه شعرم. برای تربتم خاک وطن ای دوستان آرید، و یا خاک مرا در کعبه افغانیان آرید. درودم بر مزار عاشقان و عارفان گویید، از آنجا بهر من یک شاخه از ارغوان آرید. برای زینت لوح مزارم دوستان من، ز کهسار وطن سنگ برایم ارمغان آرید. دلم از غصه می میرد به یاد گلشن کابل، مرا در چل ستون و بابر و دارالامان آرید. گل سرخ جوانی را ز دامان وطن چیدم، گل سرخ جوانی را ز دامان وطن چیدم. در این پاییز عمر من گل زرد خزان آرید. برای ملت افسرده و این میهن ویران، رئیس عامل و دانا وزیر کاردان آرید. سوار کشتی بی ناخدا ای دوستان تا کی؟ برای کشتی طوفانی ما کشتیبان آرید. برای این مسلمانان از دین منحرف گشته، حدیث مصطفی پیغمبر آخر زمان آرید. شما ای مسلمین تا کی خمار باده جنگید؟ شما ای مسلمین تا کی خمار باده جنگید؟ ترحم بر یتیم و بیوه بی آب و نان آرید. حقوق حقه زن را
شما پامال می سازید. به حکم نص قرآنی بجا حق زنان آرید. دل افسرده داور از این دون پروران بگرفت، برون از میهن ما این همه دون پروران آرید. خب این شعر آخرم برای شما با وجود خستگی خودم میخوانم. عنوانش از الهی چنان کن که کابل روم، الهی چنان کن که کابل روم، با کاشانه و جا و منزل روم، با بابا ولی روزه قندهار، با هیرات مقبول و زابل روم، مزار علی را زیارت کنم، با دربار آن مرد عادل روم، سر همچو مجنون با صحرا زنم، در آن دشت لیلی چو دلدل روم، زلال بدخشان درخشان شوم، با غزنی ز فرط و تمایل روم، با خلد برازنده پکتیا، با پروان زیباتر از گل روم، خمار دو چشم چو نرگس شوم، با بهسود و سیر سر پل روم، با باغ و براغ وطن پر زنم، با پغمان با مانند بلبل روم، با همراه یاران قدح سر کشم، بسانی که از نشه مل روم، نسیم بورزد ز گیسوی یار که از خود از آن عطر کاکل روم، خدایا بجا کن مراد مرا که من پیش یاران یک دل روم، چو در دهر فانی نبینم وفا، از این دهر باید که بالکل روم، روم تا به خاک وطن جان دهم، من از خاک میهن به مشکل روم. تشکر. جناب پروفسور دکتر صاحب حیدر داور، از تشریف آوری شما به استودیو دنیا و از اینکه امشب این دعوت ما را پذیرفتین و شما لطف فرمودین در قسمت قرائت و دکلمیش اشعار زیبایتان از دیوان ارمغان آزادی خدمت هموطنان ما چند پارچه شعرهای زیبایتان قرائت کردین. ما جهان سپاس و شکران می نماییم همچنان از همکار و برادر گرامیم زبر جان اکبری که این برنامه را ثبت کردند و تهیه میکنن برای هموطنان عزیز ما در شبکه جهانی آریانا افغانستان. تشکر میکنم و خداوند بر شما طول عمر صحت سلامت بده. امیدوار هستم که باز هم و باز هم میماندار شما در این استودیو باشیم و یا در برنامه های لایف و زنده شما را در برنامه های سیاسی اقتصادی و مخصوصا بحث های شیری و ادبی با خود داشته باشیم. جهان سپاس و شکران از تشریف آوری شما. بسیار تشکر برادر عزیز، امید است که با این اشعار تقریزی خود باعث تأثیر شما و هموطنان صدیق خود نشده باشم. هموطنان گرامی، با تشکر از حوصله‌مندی و از علاقه‌مندی شما به برنامه ادبی فرهنگی امشب ما و همچنان از ای که ما تانستیم با جناب پروفسور صاحب داور ای برنامه را ثبت کنیم، شما را به هر جایی که هستین به خدای عزیز و کریم و رحیم اسپارم و خداوند حافظ و ناصر مردم افغانستان و کشور مظلوم و بیچاره ما باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.